درود بر شما همراهان گرامی کانال زندگی ایدئال. سرگیجه مسئله ای است که معمولاً باعث نگرانی می شود، اما خوشبختانه همیشه علت آن خطرناک و نگران کننده نیست. هنگامی که از سرگیجه صحبت می شود، معانی مختلفی ممکن است مد نظر باشد. از نظر تخصصی، سرگیجه واقعی به معنی احساس حرکت و چرخش است. چه خود فرد حس چرخش داشته باشد و چه حس کند محیط اطراف در حال چرخش است. ممکن است برای شما نیز پیش آمده باشد که به واسطه ایستادن سریع از حالت نشسته با سرگیجه و تاری دید مواجه شوید. اگر فردی مبتلا به این گونه سرگیجه ها باشد، حتما لازم است به متخصص بیماری های مغز و اعصاب مراجعه کند. سرگیجه واقعی ممکن است به صورت ناگهانی و یا به مرور زمان ایجاد شود که در هر دو مورد نیاز به ارزیابی وجود دارد. سرگیجه یا سبک شدن سر هنگام ایستادن معمولاً به فشار خون مربوط می شود. در حالت طبیعی وقتی که انسان از جای خود بلند می شود، نیروی جاذبه خون او را به سمت رگ‌های پا و پایین بدن می کشاند. کشش باعث افت فشار خون می شود و باعث می شود میزان قند خونی که از قلب به مغز فرد می رسد کاهش پیدا کند. کاهش جریان خون به مغز عاملی برای سرگیجه و دیگر علائم می باشد. سیستم عصبی برای جبران این اتفاق به سرعت با افزایش ضربان قلب همراه می شود و رگ‌های خونی را فشرده می کند تا هرچه سریع‌تر فشار خون را به حالت طبیعی برگردانند. بخشی از سیستم عصبی مسئول جبران این افت فشار خون است. بسیاری از اختلالات در بدن می تواند عاملی برای تنظیم فشار خون در چنین مواقعی باشد و باعث سرگیجه هنگام بلند شدن شود. رایج‌ترین علل سرگیجه می تواند شامل موارد زیر باشد. فشار خون که معمولاً در مواقع کمخونی و کمآبی بدن افزایش پیدا می کند. مصرف داروهای مختلف، کمخوابی، کمکاری غده آدرنال. رایج‌ترین علل سرگیجه هنگام ایستادن می تواند نشان از مشکلات جدی باشد. خبر خوب اما این است که می توانیم اقداماتی را برای کنترل کردن علائم سرگیجه انجام دهیم. تصحیح روش زندگی و نوع فعالیت به بهبود این نوع اختلال کمک زیادی می کند. با مصرف کافی مایعات، انجام حرکات کششی گردن و شانه در فواصل بین انجام کار، فعالیت متعادل بدنی و پرهیز از بی حرکتی در مرحله اول کمک چشمگیری به درمان این عارضه می کند و در صورتی که سرگیجه ها ادامه دار باشند لازم است به متخصصان مربوطه مراجعه کنید. یکی از نکات بارز ایستادن آرام از حالت نشسته است. گزینه دیگر پرهیز از نشستن در حالت هایی است که موجب کاهش یا توقف جریان خون می شوند که از آن جمله می توان به حالت چهارزانو اشاره کرد. هر گونه شرایط سلامت پنهان که می توانند موجب کم فشاری خون شوند از جمله مشکلات تیروئید یا قند خون پایین باید توسط پزشک بررسی شوند. کمبودهای تغذیه‌ای نیز می توانند از مقصران احتمالی باشند. کمبود ویتامین B12 و آهن می تواند بدن را در تولید گلبول‌های قرمز دچار مشکل کرده و موجب کم خونی و فشار خون پایین شود. همچنین داروهایی وجود دارند که به افزایش حجم خون یا منقبض شدن رگ‌های خونی کمک می‌کنند که هر دو به تنظیم جریان خون کمک می‌نمایند. با پزشک خود می‌توانید در این زمینه مشورت کنید و همچنین از اینکه در حال حاضر دارویی مصرف نمی‌کنید که موجب کم فشاری خون شود، اطمینان حاصل کنید. اگر علت سرگیجه شما مصرف داروی خاصی باشد، معمولاً مصرف آن دارو را قطع می‌کنند یا اینکه آن را تغییر می‌دهند. بسیاری از علل این سرگیجه ها قابل درمان هستند و تنها باید علائم آنها را بررسی کرد تا به علت پی برد. تغییرات سبک زندگی در درمان این نوع سرگیجه ها بسیار مؤثر است. معمولاً از این افراد خواسته می شود که هر روز استراحت کافی داشته باشند. قبل از بلند شدن از رخت خواب حرکات نرمشی در جای خود انجام دهند. اول کمی بنشینند و سپس بلند شوند. تمام نشست و برخاست‌های خود را به آهستگی انجام دهند و به اندازه کافی مایعات بخورند. از مصرف الکل اجتناب کنند. حرکات نرمشی و ورزشی را برای جریان مناسب خون انجام دهند، زیرا ورزش توده عضلانی و دیواری رگ‌ها را بهبود می‌بخشد و تجمع خون در پا را کاهش می‌دهد. در نتیجه خون در سراسر بدن جریان کافی و متناسب پیدا می‌کند.
همچنین از این افراد خواسته می شود که هنگام خوابیدن سر خود را بالاتر از تنه قرار دهند. مصرف نمک نیز می تواند علائم را کاهش دهد که البته باید مراقب باشید در این کار زیاده روی نکنید. مصرف نمک برای افرادی که بیماری های قلبی دارند هرگز توصیه نمی شود، پس نباید بدون اجازه پزشک هیچ درمانی را در پیش بگیرید. سرگیجه هنگام ایستادن در 20% از افراد مسن اتفاق می افتد. معمولاً در افرادی که به اختلالات و بیماری ها دچار هستند بیشتر دیده می شود. مخصوصاً آنهایی که فشار خون بالا و نیاز به مراقبت دارند. بسیاری از زمین خوردن های افراد پیر به دلیل سرگیجه هنگام ایستادن می باشد، پس حتماً باید این مشکل را در آنها برطرف کنید. یک رژیم غذایی غنی از ویتامین ها و مواد معدنی که از غذاهای گیاهی تهیه شود می تواند در بهبود بیماری هایی که سبب سرگیجه می شوند مفید باشد. مثلا اگر علت سرگیجه فشار خون، افت فشار خون یا تصلب شرائین باشد، با درمان این بیماری ها سرگیجه هم درمان می شود. یعنی شما باید اطلاعاتی در مورد رژیم غذایی فشار خون بالا و رژیم غذایی افت فشار خون داشته باشید تا بتوانید این بیماری ها را کنترل و مشکل سرگیجه را هم حل کنید. ویتامین B که در منابع غذایی برنج، گندم، جو دوسر، سویا، نخود فرنگی، عدس، لوبیا خشک، بادام و فندق وجود دارد، یک آنتی اکسیدان قوی است که مانع از اثرات منفی رادیکال های آزاد در اعصاب و مغز و گوش می شود و ثابت شده است که کمبود ویتامین B سبب سرگیجه می شود. ویتامین B3 یا نیاسین برای سرگیجه های کوچک مؤثر است. کمبود این ویتامین می تواند سبب اختلالات سیستم عصبی مانند عصبانیت، استراب، افسردگی و بیخوابی شود. مواد غذایی غنی از پتاسیم مانند کاهو، سیب زمینی، گوجه فرنگی، اسفناج، مارچوبه، نخود فرنگی، انگور و موز می تواند در بهبود سرگیجه مفید باشد. کمخونی و فقر آهن سبب سرگیجه می شود و مواد غذایی غنی از آهن مثل کرفس، ذرت، آجیل، نخود فرنگی، اسفناج، هویج و خیار در سرگیجه ای که ناشی از کمخونی باشد مفید است. اما مواد غذایی که در سرگیجه مناسب نیستند. الکل، قهوه، تنباکو و دیگر مواد مخدر سبب سرگیجه می شود. مواد غذایی شور مانند نمک فشار خون را افزایش می دهد و سبب سرگیجه می شود. مواد غذایی پرچرب و حاوی کلسترول بالا مخصوصاً اگر منشأ حیوانی داشته باشند نیز برای سرگیجه مضر است. در پایان سپاس از اینکه کانال زندگی ایدئال را انتخاب کردید. فراموش نکنید کانال را سابسکرایب کنید و با لایک و اشتراک ویدیوها از ما حمایت کنید. پیروز باشید و تندرست.